نتایج یک بررسی نشون میده که ایرانیان بین 120 کشور جهان در رده 13 از توان خرید خانه هستند. به نظر شما یه خانواده ایرانی چند ساله میتونن صاحب خونه بشن؟ خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو برنامه ایمیل کنین تا همکارانم باهاتون تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد مسکن، توان خرید مسکن. نتایج یک تحقیق علمی نشون میده که ایران بین 120 کشور جهان در رتبه 13 قرار داره. رتبه 13 یعنی اینکه ایرانیان چندین سال اگر که همه درآمدشون رو مصرف نکنن و خرج نکنن میتونن حداقل یک مسکن کوچیک داشته باشن. البته استانداردهای جهانی کجاست و اینکه امکانات آیا با استانداردهای جهانی فاصله داره یا خیر با واقعیت‌های بومی چطور؟ پرسش‌های از این دست از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک و توییتر. بیاین روی خط و دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بذارین. اول اجازه بدیم به گزارشی که همکارم گیتی سرشار تهیه کرده در این مورد سری بزنیم ببینیمش، بعد برمیگردیم به این برنامه. با ما همراه باشید. بانک اقتصاد ایران دوران رکود را سپری می‌کند و بازار خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد، اما قیمت‌ها در اغلب نقاط تهران و شهرهای بزرگ بیش از توان طبقه متوسط است. مثلا در تهران قیمت هر متر آپارتمان نوساز در تجریش 15 میلیون تومان، در گیشا 7 میلیون تومان، در جنت‌آباد شمالی 5 میلیون تومان، در نارمک 6 میلیون تومان و در میدان فردوسی 5 میلیون تومان است. در مجموع متوسط قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در تهران حدود 200 میلیون تومان ارزیابی شده است. این در حالی است که درآمد متوسط یک خانوار شهری در جایی مانند استان تهران حدود 22 میلیون تومان گزارش شده. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است یک خانواده 4 نفره در ایران برای خرید خانه باید حداقل 12 سال درآمد خود را پسنداز کند. پسندازی که تحت تاثیر تورم دورقمی ارزش آن هر سال کمتر از قبل می شود. میزان تحصیلات حداقل به 50% قیمت مسکن برای کسانی که خریدار اول مسکن هستن باید افزایش پیدا بکنه. ولی خب یه مقداری نیاز به مقدمات داره، تشکیل صندوق‌های پسنداز تحصیلات مسکن میخواد، یه مقداری باید بررسی بشه. گروه‌های کم درآمد و طبقه متوسط در بازار اجاره مسکن شرایط سختی را تجربه می‌کنند. بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ اجاره در مناطق شهری از سال 90 تا پایان سال 92 روند صعودی داشته و 20% افزایش یافته است. کارگران از جمله گروه‌های کم درآمدی هستند که افزایش قیمت در بازار اجاره را بیش از دیگران تجربه می‌کنند. 90% کارگران قراردادی فاقد مسکن هستند و مجبور به اجاره نشینی. کارگرانی با درآمد ماهانه 600 تا 700 هزار تومانی باید 70% از این درآمد را صرف پرداخت اجاره مسکن کنند. وزارت کار ایران میگوید با استفاده از طرح مسکن اجتماعی به دنبال خانه‌دار کردن کارگران خواهد بود، اما مسکن اجتماعی شاید سرنوشتی بهتر از مسکن مهر نداشته باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران وعده داده بود مسکن را به کالای قابل دسترس تبدیل کند. من مطمئنم که سال آینده این خواهد شکست. یه بار دیگه هم شکست، یادشون باشه در همین دولت قیمت شکست اومد پایین. دولت احمدی نژاد به این منظور پروژه به نام مسکن مهر را اجرا کرد، با این هدف که کم درآمدها بتوانند در نقاط حاشیه‌ای شهرها صاحب خانه شوند. اما مردم از این پروژه استقبال چندانی نکردند، چرا که دولت فراموش کرده بود در کنار این پروژه تأسیسات زیربنایی مانند راه، برق، مدرسه و بیمارستان ایجاد کنند.
اکنون بنابر اظهارات مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی مشخص شده که مسکن مهر پروژه شکست خورده است که تنها بار مالی برای دولت ایجاد کرده است. گیتی سرشار، صدای آمریکا. در گزارش اشاره شد به بخشی از صحبت‌های عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 و اینکه خب می‌خوان تسهیلاتی رو بذارن برای کسانی که صاحب خونه بشن. یکی از اونها افزایش وام مسکن هستش که الان در موردش صحبت کردن. اطلاعاتی هم در مورد همین مسئله دادن که یه نگاهی می‌کنیم. قیمت آپارتمان 40 متری رو در قسمت‌های مختلف تهران گفتن. یه نگاهی می‌کنیم به این قیمت‌ها در جنوب تهران. همونطور که می‌بینین قیمت یک آپارتمان 40 متری 130 میلیون تومان هستش، در مرکز تهران 180 میلیون و در شمال تهران با یک اختلاف فاحش 400 میلیون هستش و تقاضا کردن که این قیمت وام‌های مسکن بالا بره، حالا این یعنی 50% بشه. الان در حال حاضر 35 میلیون تومان هستش وام مسکن. حالا اگر این افزایش پیدا بکنه برای یک آپارتمان 40 متری در جنوب تهران این وام باید به 65 میلیون برسه. برای مرکز تهران نیاز به 90 میلیون تومان وام مسکن هست و در شمال تهران نیاز به 200 میلیون تومان وام مسکن هستش. عباس آخوندی البته اشاره کرده که با توجه به نرخ الان وام مسکن یعنی 35 میلیون تومان باید 30 میلیون تومان دیگه هم افزایش پیدا بکنه تا کسی بتونه در جنوب تهران یک آپارتمان 40 متری بگیره، که البته این در حال حاضر فقط 12% از قیمت یک ملک رو میتونن باهاش تامین بکنن با توجه به وامی که الان میتونن مردم بگیرن. برمیگردیم به تلفن‌ها و مسعود. بله، در مورد مسکن بحث‌های زیادی مطرح میشه، از جمله مسائل اجتماعی که مطرح میشه و مترتبش هست. آیا این ناهمگون سازی‌ها با علائم توسعه نیافتگیه؟ یکی از دلایلی که پیش بینی میکنن این هستش که هر چقدر که بتونن طبقه متوسط رو اگر تقویت بکنن، این فاصله هایی که روزیتا بهشون اشاره کرد کمتر خواهد شد. علی از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید شما روی خطی. علی بفرمایید. مثل اینکه ما صدای علی رو نداریم. مهدی از عراق با ماست، بفرمایید. مهدی از عراق با تلفن با ماست، بفرمایید شما روی خطین. الو سلام، بفرمایید. الو سلام، حسن باشید. بفرمایید. بله بفرمایید، ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. می‌خواستم راجع به قیمت مسکن تو تهران خدمتتون عرض کنم. تقریبا اگه نمی‌دونم این قیمتی که دستتون مال سال 93 یا نه، ولی ببینید الان در شمال تهران یه خونه تقریبا 80 تا 100 متری رو حدوداً 600-700 میلیون تومنه. ببینید ما به نرخ‌های آمار ما آمار متوسطه، یعنی حداقلی رو ما حداقل به بالا رو، وگرنه اگر بخوایم که آمار در واقع خونه‌های لوکس رو اعلام بکنیم شاید این رقم‌ها تغییر بکنه، بنابراین آمار درستی نمیشه. بفرمایید. بله درست میفهمم. من نرخ معمولیشو گفتم. نرخ ببینید من خودم یه شهروندی تقریبا تاسارت تهران بودم، یه خونه تقریبا 40 متری رو ما اجارهش رو ماهی 25 پرداخت، جنوب تهران 25 پرداخت رو پرداخت میکردیم، ماهی 400 تومن هم اجارهش رو پرداخت میکردیم. یعنی تو ایران حساب ماهیانه به جای این که اگر محاسبات دقیق بره خونه 60 تا 80 متری تا 100 متری توی جنوب تهران به قیمت حدود 100 تومن هم میرسه. پروژه های مسکن مهر هم که ساختن پروژه هایی بودن که دولت از مردم پول گرفت، یه مقدار زیادی پول گرفتن ولی تحویل ندادن. من شخصا اقدام نکردم. ولی به نظر شما مهدی، به نظر شما راه حل بحران مسکن چیه؟ ببینید همون واحدهایی که ساختن تحویل بدن، تکمیل کنن تحویل بدن. توی ایران ببینید اگه نرخ تورم حساب کنی شاید بگم از 1000 تا خونه شاید 100 تا خونه شون اجاره رفتن. بله. خالی خالی هم برگرشون 900 تاشون خالی هم. الان فاز اکتان رو نگاه کنید همش خالیه، فاز نزدیکای کرج خالیه، فاز
وردآورد کرد خالی، اینا همشون خالی هستند، خالی سکنن، تکمیل نشدن، به دست مسکن مهر داده شدن اما به موقع پرداخت نشدن. سری از خانواده هستن که کلن پول پرداخت شده ولی متاسفانه مسکنی تعلق بهشون نگرفته. بله ممنونم مهدی از اینکه با ما روی خط بودی. بله این بخشی از مشکلات پروژه موسوم به مسکن مهر هست که در واقع دولت آقای روحانی وارث اونه و میگه که نمیدونه باهاش چیکار بکنه. روزیتا، یکی از کاربران به نام حسن میگه من 12 ساله که دارم کار میکنم از نوجوانی و هر وقت پول مسکنم رو جور میکنم مسکن 20-30% بالا میره، پس قسمتی از پسندازم رو باید به صابخونه بدم و دوباره همون مشکلات رو دارم و در اون سوی قضیه صابخونه فعلیم حدود 9 مسکن داره که همه رو اجاره و رهن داده و هیچ تناسبی بین این کسایی که خونه دارن و اونهایی که ندارن دیگه وجود نداره. کوروش دیگه از کاربران میگه مردم در حال حاضر با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستند و خرید برای خرید آپارتمان 75 متری باید 855 میلیون تومان در جای متوسط تهران پول بدن. خب خیلی اشاره کردن مسعود به قیمت‌های مختلفی که تو تهران هست، ولی خب اینی که ما اشاره کردیم بهش یه قیمت متوسط بود، یه آپارتمان 40 متری در تهران. بله علی، مثل اینکه ارتباطش با ما برقرار شده. علی از تهران با اسکایپ با ماست، شما روی خطیم، بفرمایید. علی ممنونم از فرصتی که بهم دادین. کوتاه عرض میکنم بفهمی. در سوال جناب علی قطعا جوابش نشون هست. چطور میشه در یک جامعه در شرایطی که یک خانواده در مجاور یک هزینه مسکن که 22 برابر عرض کنم درآمد یک خانواده است بتونه حتی تامین معاش در جامعهش بکنه، چه برسه که صاحب خانه بشه؟ قطعا سوال جناب علی جوابش در سوال هست، اصلا واقعا توضیح احتیاج نیست. ولی نکته ای که هست من میگم تنها راهش، بهتر دنبال راهش میفرمایید، راهش قربان ایجاد عدالت در یک جامعه است، عدم اجحاف به قشر مستضعف‌تر. به این روش میشه در هیچ جامعه تا عدالت، تا صداقت با صراحت مطرح نشه در یک جامعه، حالا چه در چتر اسلام چه در هر چتر دیگه، هیچ کس نمیتونه از راه درست صاحب یک خانه بشه با این تناسبی که واقعیت جامعه است، چه بسا کمتر از واقعیت ها اشاره شده. امیدوارم در آینده تهیه کننده عزیز سوالهایی رو مطرح کنن که حداقل جواب اجازه بدین علی. نه نه علی اجازه بدین، با توجه به تمامی این تفاصیلی هم که شما میگین و در واقع آمار هم نشون میده، اما کسانی هم هستن که خونه میخرن، در واقع این ناشی از چیه؟ شما خودتون صاحب خونه هستین؟ لله من صاحب خونه هستم، ولی در جامعه با 50 سال سن در شروع انقلاب بودم، افتخار همکاری داشتم. به هر حال واقعیت اینه که جامعه تامین نیست. من فکر خودم نیستم، فکر جامعه هستم و یه همچین جامعه‌ای هزار جور مسائل مثل اختلاس و کلان و خرد و واقعا وام مسکن چقدر میتونه این مشکل رو حل بکنه؟ یعنی در واقع اگر بخواین که راه حل عینی با توجه به اینکه با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنین و در واقع اعتقاد دارین که یک بی‌عدالتی نداشتن مسکن برای همه شهروندان و این از این حق برخوردار نبودن، به نظر شما راه حل واقعا چیه؟ بزرگوار، افرادی که تاکنون وامی رو گرفتن در سالهای گذشته با درصدی که به عنوان بهره پرداخت کردن به بانک ها واقعا موفق بودن. امثال خیلی ها اکراه از گرفتن وام داشتن ولی پیشبینی نمی کردن که سود برگشت به بانک 14% و تورم 35-40%. خب پس وام گیرنده های گذشته واقعا موفق بودن و به خاطر اینکه آینده نامشخص بود خیلی هم اکراه داشتن. حالا دوباره وام ها تغییر کرده، دریافت بانک ها به مراتب بیشتر شده بابت سودی که از افراد 18% 24% عملا در حال حاضر هم مردم شدن جرکش بانک ها و دارن همینجور بانک، ما بیشتر از بیمارستان اینجا بانک های متعدد داریم ولی یوزلس بی استفاده. چرا این همه بانک؟ برای یکی؟ در چه اقتصادی؟ امیدوارم در نهایت برای همه هموطنهای خودم در همه جای دنیا افتخار و سربلندی آرزو میکنم و امیدوارم روزی بشه که عدالت و صداقت در جامعه محور و معیار همه ما باشه. بله و انشالله بدونید که سکوت ما به خاطر اینه که واقعا بعضی وقتا سکوت به خاطر وطن پرستی افراده. در شرایطی نیستیم که بیش از این معترض بشیم با شرایط منطقه. ممنونم. سکوت ما ممنونم علی. ممنونم که وقت به ما دادید. خواهش میکنم. ممنونم که اومدین روی خط. روزیتا دلنیا، یکی دیگه از کاربران مثل بیننده‌ای که
اولین بار، یعنی نفر اول بود با من تماس گرفت، اشاره کرده به مسکن مهر و میگه خانواده‌های کم درآمد ایرانی خودشون از خرید مسکن ناتوانن مگر اینکه به کمک دولت و گرفتن وام برای پروژه‌هایی مثل مسکن مهر بتونن صاحب خونه بشن. ولی یه مطلبی رو براتون آماده کردم از ابرار اقتصادی. امیر کمالی نماینده تامل اختیار وزیر نیرو در امور مسکن مهر گفته با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن مهر در بدترین شرایط از نظر مکانیابی اجرا شدن، میگه در اکثر واحدهای مسکونی مهر حتما نیاز به اجرای شبکه فاضلاب هستش. در ادامه صحبتش از هزینه‌های بالای زیرساخت‌ها صحبت کرده، میگه بهترین راه این بود که ساخت مسکن مهر در مکانی بود که زیرساخت‌های لازم رو داشت، چرا که به این ترتیب هزینه‌های دولت پایین می‌اومد، که خب این اتفاق میگه نیفتاده. از راهکارها مشارکت مردم هست و میگه مردم در تامین هزینه‌های زیرساختی باید مشارکت داشته باشن. در این گزارش در ادامه همین که پرسیدن که اگر این راهکارها خب با پیشبینی‌هایی که شما می‌کنین درست در نیاد چه اتفاقی می‌افته، آقای کمالی گفته در بودجه سال جاری حدود 200 میلیارد تومان اعتبار برای این کار داده شده، ولی میگه در کل نیاز به 5600 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساخت هستش. اما نینا، یکی دیگه از کاربران فیسبوکیمون، در جواب دلنیا میگه کدوم پروژه مهر، کدوم مسکن مهر؟ 20 کیلومتری تهران وسط بیابون خونه زدن، نه آب داره نه برق و نصفش هم تکمیل نشده. بهتر بود اسمش رو میذاشتن مسکن دزدی که نامی مناسب باش هست. خب این هم یکی از کاربران بود. بله، با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم، بخش فارسی صدای آمریکا. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برگردیم به بحث مسکن و توان خرید ایرانی ها. بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد بحران مسکن و توان خرید ایرانیان، آقای ایمانی از تهران با ما هستن. بفرمایید، شما روی خطین. سلام جناب آقای سفیری. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. جناب آقای سفیری، اینو شما قبول کنین که هر کسی از اول زندگیش درست حرکت کنه صاحب خونه میتونه بشه. بله. این چشم همچشمی ها اینقدر زیاده، از اینکه یکی بره دنبال خونه، دنبال زمین بخره، خونه بسازه، فلان کنه، دنبال مبل و تجملات و فلان فلان اینقدر میره که دیگه سنش میره بالا، دیگه پسندازی نداره بره زمین بخره، خونه بخره، صاحب خونه بشه. یکی که درست حرکت نمی کنه خب حقشه، 80 سالش هم باشه خب صاحب خونه نشه. بله. این دیگه به اصطلاح این نیست که همه، یعنی شما برای شما برای بحران مسکن دلیل فرهنگی ذکر می کنی؟ نه، قبول کن اینو، خب باید قبول کن یکی درست حرکت کنه خب صاحب خونه شه. همین نتایج آماری که ما تو صفحه نتایج این تحقیق علمی که ما تو صفحه فیسبوکمون گذاشتیم و تو خبرگزاری داخلی ایران هم اعلام شده نتایجش، اگر که هر خانواده سه نفره ایرانی 13 سال درآمدشون رو خرج نکنن میتونن صاحب مسکن بشن. چه جوری میشه یه خانواده 13 سال هیچ هزینه‌ای نداشته باشه؟ ببخشید، منی که 13 سال باید کار کنم برم تو تجریش خونه بخرم، خب نباید که اولش برم از تجریش شروع کنم؟ بله. میرم از پایین شهر شروع میکنم، میرم از نازیاباد شروع میکنم، میرم از عبدالاباد شروع میکنم. یه دفعه من تازه ازدواج کردم که نباید برم از تو میدون تجریش خونه بخرم؟ این که نمیشه که خب هر کسی 13 سال کار کنه بره فقط تو میدون تجریش خونه بخره. خب اونجا دیگه جایی نیست واسه خونه خریدن.
خیلی ببخشید من وقتتون گرفتم. خواهش میکنم آقای ایمانی. البته به نکته‌ای که باید اینجا اشاره بشه، استاندارد جهانی برای مسکن حداقل 14 متر برای هر نفر هست که بر اساس طرح مسکن اجتماعی که آقای دولت جدید ایران ارائه کرده گفته میشه که حداقل باید یک آپارتمان 50 نفره برای یک زوج دو نفره و یا آپارتمان 75 نفره برای یک خانواده 3 نفره در نظر گرفته بشه، با در واقع در نظر گرفتن این مفاهیمه. بنابراین میشه در این راه هم در نظر گرفت که و سوال کرد که آیا این تغییرات، حرکت‌های رو به رشد رو باید دلایل فرهنگی براش به کار ببریم یا اینکه اصولا ریشه در بحران‌های اقتصادی داره. سیروان از تهران با ماست، بفرمایید، شما روی خطین با اسکایپ. سلام جناب آقای سفیری و خدمت روزیتا خانم هم سلام عرض می‌کنم. بفرمایید جناب آقای سفیری، واقعیتش مشکل مسکن یکی از معضلات واقعا امروز جامعه ماست، مخصوصا در کلان شهرها واقعا یه معضلیه که امروز که گریبان همه رو گرفته. ولی آقای سفیری واقعیتش، من خودم شخصی هم به آقای احمدی نژاد رأی ندادم و سیاست ایشون هم واقعا قبول ندارم، ولی انصاف الحق و الانصاف در طول این 30 سال بعد از انقلاب بیشترین مسکن آقای احمدی نژاد ساخت. کاری ندارم به کیفیت مسکن که خوب نبود، من خودم آپارتمان در پرند گرفتم، وضعیت بسیار مساعدی نداشت، فروختم آپارتمانمو، ولی با توجه به تمام مشکلات و معضلاتی که ما داشتیم این مسکن و مهر سیروان شما میتونستین در اون آپارتمانی که نفروختین زندگی بکنین؟ ببین آقای سفیری، من زمان آپارتمان تحویل گرفتم امکانات نبود، یعنی الان که من رفیقایی که اونجا دارم امکانات رفته انصافاً، یعنی مدرسه من برای بچم مدرسه زیاد باید مسافتی رو میرفتم، زیر ساخت ها نبود. مثل این که ارتباط سیروان با ما قطع شد روزی تا. یکی دیگه از پرسش‌هایی که مطرح کرده بودیم این که آیا دولت‌ها در قبال تأمین شرایط بهتر برای زندگی شهروندان خودشون مسئولیت دارن یا نه. سعید میگه ظاهراً هر وقت دولت با مشکل برخورد می‌کنه از مردم جهت تأمین رفاهش باج می‌گیره، از شیب ملایم مسکن گرفته تا بیمه، تأمین اجتماعی، بنزین، و چیزی که در قبال تمام این افزایش‌ها تغییر کرده فقط فلاکت و بدبختی بیشتر مردم بوده. مسعود. بله، آقای رضایی از ترکیه با ما هستن. آقای رضایی بفرمایید، شما روی خطین. آقای رضایی شما روی خطین، صدای منو میشنوین؟ سهیل از بوشهر با ما. سهیل شما روی خطین، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. من حقیقتش مخواستم بحث رو اینجوری شروع کنم که درست مسکن هم یکی از معضلات و یا معضل نمای شده در جامعه ما که من حدس میزنم بیشترش از سهیل. صدای شما متاسفانه رسان نیست، اگر که ممکنه مجددا تماس بگیرین یا اینکه همکاران هم با شما تماس میگیرن. محسن از اصفهان با ماست. محسن بفرمایید. سلام آقای سفیری، من نکته ای که داشتم در مورد این مسکن مهر که چند نفر از بینندگانتون و همچنین خود شما اشاره کردید، باید این رو بگم که واقعا مسکن مهر خیلی خوب بوده. چرا خوب بوده؟ به خاطر این که من خیلی آدم ها رو میشناسم که با 15 تا 25 میلیون تومان خونه دار شدن، واقعا افرادی هستند که هیچ موقع توانایی خونه دار شدن نداشتن. بله. در بین این همه جمعیت ایران که تقاضای زیادی برای خانه دار شدن بوده، که این افرادی که مسکن مهر رو ثبت نام کردن غالبا افرادی هستن که خب قشر ضعیف جامعه، غالبا کارگرن یا افرادی هستن که درآمد آنچنانی ندارن. برای همین به نظر ما روحانی بهتر بود جان که این طرح رو متوقف کنه، شاید هم واقعا این کارو دارن میکنن فعلا، شاید طرح رو متوقف کردن یا طرح جایگزین برای اون پیدا کنن یا اینکه معایب اون رو برطرف کنن. اما در کل واقعا مسکن مهر یکی از کارهای خیلی خوب. شما کسی از دوستانتون یا نزدیکانتون از طریق مسکن مهر شده به خونه برسه و بلافاصله هم اسکان داده باشه و الانم راضی بوده باشه؟ من از آشنایان اینجوری باشه که اقوام باشه خیلی، ولی افرادی رو میشناسم، من مثلا چند نفر از کارگرایی که قبلا ما باهاشون کار میکردیم برای قضیه ساخت و ساز در جایی،
این افراد من میشناختم که واقعا راضی بودن. ببینید آقای سفیری، بالاخره یه فردی که ماهیانه شاید 500-600 هزار تومان درآمد داشته باشه، یا اصلا 1 میلیون تومان، با این هزینه های جاری زندگیش اینا خیلی براش خونه دار شدن سخت. و داله شما میگید 13 سال، شاید بشه گفت 15 سال، 20 سال، شاید اصلا برای خیلی از اینا تا آخر عمرشون هم نمیتونست همچین اتفاقی بیفته. بالاخره همین که از مستاجری در اومدن تونستن یه خونه ای در اختیار داشته باشن که توی اونجا آرامش داشته باشه، اما متعلق به خودشون باشه، به نظر من هم آرامش روانی که برای اینا حاصل شده. بله ممنونم محسن، امیدوارم که حالت هم بهتر بشه. روزیتا بهنام یکی از کاربران فیسبوک روی خط میگه اصولا مشکل مسکن در ایران زیاد ربطی به عرضه و تقاضا در کشور نداره. کسانی که قوانین رو برای دولت تهیه میکنن از بالا بردن بهای مسکن دو هدف رو دنبال میکنن. این نظر بهنامه. میگه اول اینکه مردم بزرگترین شاخص رفاه که مسکن هست رو در اختیار نداشته باشن، چون تجربه ثابت کرده که یکی از انواع نظام بردهداری نوین ایجاد فقر هستش. و دوم هم میگه هدف دولت اینه که همیشه با بحران آفرینی در همه عرصه‌های اجتماعی نشاط و امید رو از مردم بگیره. و الان میگه خیلی ها مشکل دارن و میگه این فقط تنها کاری که میکنه اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه این مشکلات. مسعود. بله رضا از تورنتو با ماست با اسکایپ، بفرمی. الو بفرمید رضا. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان محترم. ببینید من در تورنتو چند سالی است که کار اقتصادی میکنم. بله. و به خیلی از شرکت هایی که اینجا هستن مشاوره اقتصادی میدم، در واقع به عنوان یک کارشناس اقتصادی در زمینه های مخصوصا ساخت و ساز فعالیت دارم در اینجا. ببینید عمده مسئله. بله. مسکن و بهبود وضعیت مسکن، حالا در بحث ایران اگر بخوایم مطرح کنیم، و اونچه که آسیب شناسی است در بحث مسکن. بله. ایران، فرایند فراورده های اقتصادی ایران اگر در جهت بهبود اقتصاد مردم باشه، مردم برای رسیدن به مسکن و آرامش نیاز دارن که برای حداقل تامین مسکن خودشونو برسونن. اقتصاد مردم باید در جهت رفاه و رسیدن به کلان های اقتصادی جامعه رو رسیدگی کرد. مثل چی؟ رضا مثل چی؟ این شاخص های کلانی که میگی باید مردم بهش برسن، یا در دولت ها در واقع برآوردهش کنن که مردم که نمیرسن نمیتونن بهش برسن، باید دولت ها این مسیرها رو هموار کنن که این به این شاخص ها دست پیدا کنیم. الان 14 متر شاخص مسکن برای هر نفر در استانداردهای بین المللی تعریف شده، ولی همین 14 متر 13 سال طول میکشه تا یک در واقع 28 متر یا 30 مترشو یک خانواده ایرانی 13 سال طول میکشه اگر که همه درآمدش رو هزینه نکنه. به نظر شما الان اون شاخص، اون بحثای کلان که میگیم مشکلاتش چیه در ایران؟ بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید یک خانواده ای که در وضعیت اقتصادی مناسبی زندگی نمی کنه، برای تأمین مسکن و گزارش زندگی در مسیر گذر زمان باید این رفتارها رو رعایت کنه. بایدها و نبایدهای وجودی انسان در اقتصاد انسان اثر داره. اگر اقتصاد یک خانواده در حد ضعیف جامعه باشه، میبینیم خط فقر جامعه ما در چه حدی است. میزان رسیدن افراد به مسکن، اگر بر مسکن کلان کشوری دقت کنیم و در بین الملل بخوایم اینو رعایت کنیم، در تورنتو اینجور نیست و اما در کشور ایران اینجور هست. مثلا در تورنتو چقدره به ازای هر نفر، هر چند متر مربع؟ ببینید به دلیل اینکه گسترش جمعیت در تورنتو با در ایران و باید را گزارش خواهد کرد، می توان اینو گزارش رو در اثر همین باید ها و نباید ها رعایت کرد. رضا ممنونم که اومدی روی خط، ولی فکر می کنم که یک مقدار این استانداردها رو رعایت نمی کنی در ارائه گزارشت، بنابراین ما متوجه نشدیم که در واقع شما می خواهیم بگین که چه استانداردهایی در جامعه ایران یا در جامعه کانادا وجود داره. اما در مورد جامعه ایران چیزی که گفته میشه این هستش که نرخ رشد جمعیت غیر قابل پیش بینی بوده بعد از انقلاب، بنابراین شاخص های اجتماعی و اقتصادی همراه با اون روش نکرده. جنگ، حوادث بعد از اون، تحریم های بین المللی، همه اینها تاثیرگذار بوده و اون وقت نگاه کلان هم بهش شکل نگرفته بوده. آیا این نگاه رو میشه تغییر داد؟ آیا در برنامه ریزی کوتاه مدت احتیاج داره یا بلند مدت؟ طرح مسکن اجتماعی چی؟ بیاین روی خط و این دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. روزیتا
یکی دیگه از کاربران به نام رکسانا میگه که در ایران قیمت هیچ چیزی با درآمد مردم تناسب نداره، چه برسه به قیمت خونه که یک کالای لوکس به حساب میاد در ایران. میگه مثلا خط فقر بیش از 2 میلیون تومانه، این در حالیه که دستمزد یک کارگر 610 هزار تومان هستش و این نشون میده که با این وجود حتی برای معافیت مالیاتی هم باید کمتر از 1 میلیون درآمد داشته باشین، که خب این نشون میده که همه باید مالیات پرداخت کنن. یکی دیگه از کاربران به نام میلاد میگه من کارمند هستم، تنها آرزوی من این هستش که صاحب خونه بشم، ولی با این شرایطی که جلوی روم دارم حتی 30 سال دیگه هم امیدی به خونه گرفتن ندارم. به پایان نیمه اول برنامه رسیدیم. اجازه بدین یک تنفس میگیریم، برمیگردیم. با ما همراه باشین. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. در مورد مسکن، توان خرید ایرانیان در مسکن، آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید. با درود به شما. بفرمایید. والا همه صحبت از مشکل مسکن به عنوان معضل بزرگ صحبت می‌کنم. من می‌خوام اول بگم که تو ایران چه مشکلی هست که به صورت معضل بزرگ نشده. همه چیزا تو ایران مشکل شده و مشکل‌ها معضل بزرگ. حالا مشکل مسکن. ببینید، من این دوستی که الان از تورنتو زنگ زد یه مسئله رو گفت، من با کشوری که توش زندگی می‌کنم مقایسه می‌کنم. بله. اینجا شهرداری میاد یک زمین‌های رو در اطراف شهرهای بزرگ تو شهر لاهه شهرک سازی می‌کنه. میاد این شهرک‌ها رو از قبل زمین‌هاشو آماده می‌کنه، بانک‌ها رو به مناقصه دعوت می‌کنه. بانک‌ها میان شرکت می‌کنن، این خونه‌ها یا پیش فروش می‌ریشه یا بعد از ساخت فروخته میشه. بعد شهرداری اینجا مسائل عدالت اجتماعی رو رعایت می‌کنه. زیربنایی این خونه‌ها که ساخته میشه 10% بایستی توسط شرکت‌های اجاره شهرداری به خانواده های کم درآمد یا بیکار اجاره داده بشه که سوبسیدی بهشون تعلق میگیره. 40% به طبقه مثلا متوسط یک نفر کار میکنه فروخته میشه، 10% دیگه که مثلا خانه های 3 طبقه و تقریبا لوکس میشه به خانواده های سپرده میشه که یا 2 نفرش شوهر کار میکنن و یا درآمد بالایی دارن. این در کشوری مثلا کشور هلند. حالا شما میایین این رو مثلا ما ببینیم در ایران اجرا بکنیم. می‌خوایم مثلا ما یک پروژه داریم، شهرداری میاد شرکت میکنه میگه آقا ما می‌خوایم یه سری زمین‌ها رو شناسایی کردیم، زمین‌های حالا موقوفه هر چیه، می‌خوایم با بانک‌ها مناقصه بکنیم و اینها رو خانه‌سازی بکنیم و به این صورت اینها رو به حساب مدل سازی بکنیم از یک کشور مثلا پیشرفته همونجوری در اختیار مردم قرار بدیم. ولی متأسفانه این شدنی نیست. یکی به خاطر اینکه مشکل اقتصادی هست، دوم اینکه خود بانک‌ها مشکل اقتصادی دارن، پول ندارن. از طرف دیگه برمیگردیم زمین ها مثلا شما رو برامین رو در نظر بگیریم، 1/3 زمین های برامین دست قاضی القضات دزدیده میگه مال منه. بعد یه طرف دیگه شهرداری جای دیگه میری شهرداری با کسای دیگه خودش باج داده. آقای ناصری چرا فکر میکنید که نمیشه بحران مسکن رو در ایران حل کرد؟ مشکل مدیریتی داره؟ اگر ببینید هر مشکلی رو میشه حل. بله. اصلا مشکل حل نشدنی وجود نداره. اگر اشخاصی که صاحب ایده و عقیده در تخصص در این رشته باشن این مشکل حل شدنیه. بله. یعنی تا اونجایی که این کار در دست خود دولت و یا در دست زیر مجموعه های دولت هست، به خاطر اون متاسفانه رشوه ها و در شهرداری ها در خانه سازی ها همه این مسائل دست به دست هم میده که مثلا خانه ساخته شده مثلا فرض بگیرید، بعد من البته 22 سالیه که نبودم نمیدونم، بعضی از خانه که میشنوم از دوستانی که هستن مثلا خونه که ساخته میشه به قیمت مثلا 100 میلیون به خاطر تورم، نبود کنترل قیمت و خیلی چیزهای دیگه، یهو میبینی که این خونه 300 میلیون از هوا 200 میلیون رو این خونه اومد. ممنونم آقای ناصری. به نکته مهمی آقای ناصری بفرمایید.
این مشکل رو جمهوری اسلامی در لبنان حل کرده، مفت مجانی پارک ساخته، خونه های بزرگ ساخته برای اینا. بعد در کشورهای آفریقایی، در کشور آمریکای لاتین برید ببینید اینا چقدر خونه سازی کردن. در لبنان ببینید خونه مجانی. آقای ناصری اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم، تلفن های زیادی هم دارم. آقای ناصری به نکته مهمی اشاره کردن، اینکه قیمت تمام شده مسکن اصولا در ایران بالاست، این هم یکی از مسائلشه که باید در بحث مسکن بهش پرداخت. یاشار از تهران با ماست با اسکایپ، بفرمایید. با سلام و درود و خسته نباشین خدمت شما و ممنون از موضوعی که انتخاب کردین. من در مورد خودم بگم، من شاید هفته صبح میرم سر کار تا ساعت 8:30 شب میام و که ماهانه دارم 1,500,000 تومانه که از این مبلغ 700,000 تومانش رو هر ماه بابت اجاره میدم. شما با تورم و گرونی که توی کشور ما هست، شما خودتون حساب کنین که من نوعی واقعا چطور میتونم صاحب خونه ای بشم که توی پایین شهر تهران الان کف قیمت. الو بله بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. بله توی پایین شهر تهران الان که یعنی شما یه دونه خونه 60 متری بخواییم بخرین 180 میلیون میشه. با توجه به این تفاصیل برای من نوعی خونه دار شدن شاید یه رویای دست نیافتنی، ولی متاسفانه سالیان سال همه رو درگیر خودش کرده و به نظر من تا وقتی که این رانت ها و افراد خاص اینجور مسائل زیست. یاشار ممنونم، صدای شما متاسفانه رسا نیست، اما ما پیام شما رو شنیدیم. در واقع عنوان برنامه ما هم همین هست، توان خرید مسکن. روزیتا یاشار در مورد خودش صحبت کرد. سعید در اسکایپ هم میگه من یک بازنشسته هستم، 820,000 تومان حقوق ماهانه دارم که تا 15 هر ماه کفاف امرار معاش من و خانوادم رو نمیده. حال اگر بر فرض محال هیچ چیزی نخورم، هیچ چیزی هم نپوشم و قیمت مسکن هم بالا نره، بعد از 30 سال و 6 ماه میتونم مسکنی به قیمت 300 میلیون تومان اون هم به زور پیدا بکنم. این مسئله بود که در اسکایپ برامون سعید گذاشته بود. اما یکی از کاربران هم در اینستاگرام به نام راحله میگه واقعا مگه دولت این حکومت نمیتونه برای ما کاری بکنه و اینا فقط به مسائل دیگه‌ای اختصاص دادن وقتشون رو، مسائلی که اهمیتی نداره. کاربری هم اشاره کرد به مسائلی که خب دولت ایران هزینه میکنه در کشورهای دیگه. در اینستاگرام هم یکی دو تا از کاربران مسعود به همین مسئله اشاره کرده بودن که اولویت انگار تا با کشورهای دیگه است نه با ایران. بله آقای جباری از تهران با ما هستن. آقای جباری بفرمایید، شما روی خطیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترمتون. جناب سفیری متاسفانه ما تو ایران هیچیمون سر جاش نیستش و واقعا اصلا زندگی برای ما مفهومی نداره. فقط یه جون 80% جامعه رو من میبینم مرده متحرک شدیم، تو خیابونا اعتیاد رو میبینیم علنی، دختر و پسر دارن میکشن و دعوا و جنگ اعصاب که واقعا 80% هم باز من میخوام میگم به حق هستش. جامعه متاسفانه شده برای 20% که به هر حال دسترسی به دولت اینا دارن و میگن با رسانه بیگانه. آقای جباری شما به مواردی اشاره کردین که برسات با توجه به اینکه صدای شما روی خط پخش میشه، یعنی شما در مورد پدیده اعتیاد که صحبت میکنین، اعتیاد آشکاره در تهران؟ بله واقعیت خدا شاهده دو تا دختر من تو خیابون محل کارم میبینم که دارن روی شیشه نمیدونم چی خالی کردن، شروع کردن به هیچ. میگم خانم محترم چیکار داری میکنی؟ آقای جباری اجازه بدین ازتون یک سوال بکنم، فکر میکنین که بحرانهای مسائل اقتصادی چقدر در این مسائل تاثیر داره و آیا به نظر شما داشتن مسکن میتونه یک سری از مشکلات اجتماعی رو حل کنه یا اینکه حتی پنهانش بکنه؟ طبیعیه که میتونه تاثیر داشته باشه بس. ولی خب خیلی مشکل هستش. من بنده خودم با 2 شیفت کار کردن و خانم من شاغل هستش، تازه الان 2 ساله تونستیم یه خونه بخریم. خدا شاهد اینقدر موزلداره ها اصلا از زندگی بیزارمون کرده. شما حساب کن 40 واحد هستیم، با یه شیر فلک آبمون یکی هست، یعنی یکیمون که آبمون خراب میشه باید منتظر بمونیم شوفاژ اون یکی ها ببندن تا ما بتونیم تعمیر کنیم. با یک شیر گاز داریم هممون استفاده میکنیم.
اصلا به قدری موزل ما زیاده که آقای رضایی بذرت میخوام آقای جباری شما که مسکن میگین تهیه کردین برشاد موفق شدین که مسکن تهیه کنین، از طریق از چه طریق به مسکن رسیدین؟ وام مسکن گرفتین، پسنداز کردین، چیکار کردین؟ ببینید من برادر خانومم رو سند خونش برای من 30 میلیون وام گرفته. بله. من از ارث پدریم و خانومم از ارث پدریش تونستیم روی هم بذاریم، تونستیم یک واحدی رو بخریم، اونم نه در دقیقاً خود تهران، به نوعی در به قول دخترم میگه سابر در هومه تونستیم بخریم. و واقعا خدا شاهده من تو این 30 سال که کار کردیم میخوام بگم که غیر از دو سه تا شهری که ما آشنا داشتیم تونستیم مثلا 3-4 روز بریم استراحت بکنیم، یک بار موفق نشدیم که بچه‌مون رو برداریم یه هتل یه جایی ببریم استراحت بکنیم، یه کیشی قشمی جایی اینجوری ببریم و همش حسرت کشیدیم. الان دختر من میگه که من دیگه شما رو به عنوان پدر مادر قبول ندارم، و حالا یکی دن به شوخی میگه، میگه که یه خود دستم باز بشه شما رو میبرم میذارم خونه سالمندان. نگران نباشید آقای جباری، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ابوالقاسم از سیرجان با ماست. ابوالقاسم بفرمی. بفرمی. بله، مشکل کلی مردم ایران مشکل خونه است. بندم 30 سال کار کردم، بازنشسته شدم، هنوز مستاجرم. 10 میلیون با 250 میلیون با پول آب و برق و گاز تقریبا میشه 350,000 تومان. بهترین روش مسکنداری در ایران فقط 10 سال اول انقلاب زمین شهری، مسکن زمین شهری داشت، فقط به افرادی که فاقد مسکن بودن زمین واگذار میکرد با قیمت ارزان. و حتی خود مردم هم اگر کسی زمین داشت دیگه زمینی دریافت نمی کرد، اینقدر انصاف داشتن که دیگه دوتا زمین نرن بگیرن. این بهترین روش بود، به کاربرد خوبی هم داشت، اکثرا در اون زمان صاحب خونه شدن، ما بقیه دیگه صاحب خونه نشدن و نخواهیم شد. ممنونم از شما. ممنونم. روزیتا ذبیح‌الله نعمتی مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک مسکن هم در مورد افزایش وام مسکن صحبت کرده. خب این صحبتش این مدت خیلی زیاد شده و به این مسئله اشاره کرده که در صورتی که وام خرید مسکن از مبلغ فعلیش فراتر بره، امکان بازپرداخت اقساط این وام از طرف متقاضیان میگه وجود نخواهد داشت. و این در حال حاضر میگه قسط ماهانه یه وام 45 میلیون تومانی حدود 520,000 تومان هستش که متقاضیان این وام معمولا میگه کارگران و کارمندان هستن و قشر متوسط جامعه. میگه با این حساب اگر این بالا بره خب این اقساط هم مبلغش بالاتر میره که این براشون امکان بازپرداخت نداره. ولی یکی از کاربران هم به نام مصطفی با کنایه نوشته مردم چه حقی دارن؟ اصلا مردم حقی ندارن که بخوان مطالبه بکنن و دولت هم هیچ نیازی نداره که مسئولیتی داشته باشه این میون. خیلی ها به عمل کرده دولت مسئول اعتراض کردن. بله. هم در اینستاگراممون و همینطور در فیسبوکمون. علی از آلمان با ماست. بفرمید شما روی خطین. درود به شما. حال شما خوبه؟ ببین ریشه های دین مسئله مسکن رو باید توی تورم یافتش و این تورم هم اینجوری نبوده که یه شب درستش بکنن. اینا از زمان مجلس اول که من یکی از دوستام هم تو خودشون نماینده مجلس بودن، اینا همش زیر سر آدمای مثل رفسنجانی و مثل یارای رفسنجانی بودن و بعد یواش یواش این تورم همینجوری افسار گسیخته اومد توی جامعه. و به قول اقتصاددانا وقتی که تورم زا شد اقتصاد همه چیز رو در بر گرفت. این قضیه به تورم، یعنی به نظر شما مشکل اصلی مسکن در ایران تورمه؟ مشکل مسکن تورمه. یعنی فقط تورم نیسته. بله بفرم. مشکل مسکن خیلی چیزای دیگر رو در بر میگیره. مشکل مسکن دزدی هاست. مشکل مسکن تو رابطه با خرج کردن های تو رابطه با مسئله اتمیه. مشکل مسکن. علی ممنونم. ما فرصت کمی داریم. آقای رضایی از ترکیه با ما هستن. ارتباطشون برقرار شده با اسکایپ. آقای رضایی خیلی کوتاه بفرمی. بله با سلام خدمت شما و بینندگان ما.
در واقع مسکن و رفاه همیشه در واقع توامن با هم می اومده هر جای دنیا دوست. و در واقع هر جایی که در واقع مسکن برای مردم سهل الوصول تر باشه رفاه در واقع بیشتری جامعه رو در بر ما متاسفانه در ایران به دلیل اینکه سیاست‌های هیجانی اقتصادی در واقع تو بحران‌های رفاه ایجاد شده باعث شده که در مسکن توی مملکت ما یه شرایط بحرانی رو در واقع براش ایجاد بشه و اینم از نشأت گرفته از سیاست‌های بد اقتصادی هست و اینکه در واقع بانک ها به جای اینکه در خدمت مردم باشن و در واقع خدمتگزار مردم باشن برای اینکه مردم بتونن مسکن و وام مسکن و شرایط مسکن بهتری رو داشته باشن متاسفانه حمایت نمی کنن و بانک به جای اینکه در واقع کمک کنه به بخش مسکن و اقتصاد میاد خودش در واقع به عنوان یک بنگاه اقتصادی دنبال سود خودش درست خاص خودش حالا اون چیزی که بنده در واقع یه تجربه خیلی مختصری خدمتتون عرض می‌کنم بفرمایید سال در واقع در ترکیه اگر که کسی بخواد بره صاحب مسکنی بشه نیاز به این نداره که مثل ایران توی بانک مسکن بره و در واقع سرمایه گذاری بکنه و بعد از اون بیاد یه سری شرایطی رو در واقع زمانی سپری کنه وام مسکن توی ایران مثل بورس شده یعنی خرید و فروش میشه نه شما فردای روز اگر بخواید در واقع از بانک به کریدی برای مسکن بگیرید فردا به شما اعطا میشه مضاف به اینکه کسایی که سازندگان مسکن هستن و در واقع جزء انبوه سازان مسکن پروژه هایی که میخواهن انجام بدن بانک صد در و اعتبار میده و این کمک میکنه که در واقع مسکن در کشور یه روند آرومی و در واقع یه روند نرمالی رو داشته باشه آقای رضایی من ممنونم از اینکه اومدین روی خط بویژه در مورد اینکه تجربه ترکیه رو هم به ما گفتین بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به این بحث با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا یکی از کاربرانمون در اسکایپ نظرش رو برامون اینطور نوشته میگه من و خانمش که آموزگار هست میگه از درآمد خوبی برخوردار هستم خودش رو میگه میگه یه بار اقدام به پیش خرید آپارتمان کردم ولی خب به دلیل غلط بودن قوانین فروش پیش فروش آپارتمان ها که میگه هنوز هم جاری هست نتونستم این آپارتمان رو بگیرم اون رو از دست دادم پولم رو از دست دادم و مجددا در حال تلاش هستم و میگه مشکل این هستش که من میخوام از راه درست خونه دار بشم و متاسفانه راه دزدی در ایران زیاد هستش. یکی دیگه از کاربران در فیسبوکمون به نام شریفه میگه اگر منظورتون دولت ایران هست در مورد مسئولیت دولت سوال کرده بودیم میگه اگر منظور شما دولت ایران مسئولیت نداره ولی در کشورهای اروپایی و آمریکا چرا اونها در قبال مردم احساس مسئولیت میکنن و برای رفاه و امنیت اونها همه کار میکنن و فقط الان در کشوری مثل ایران مشکلات شده مشکلاتی مثل جوراب ساپورت که در مجلس هم در موردش صحبت میشه خیلی از کاربران مسعود به این مسئله اشاره کردم و فکر می‌کنم دل خیلی از کاربران این مسئله پر هستش مسائل اجتماعی همیشه اقتصاد ناتوان رو تحت شعاع قرار میده آقای محسنی از تهران با ما هستن آقای محسنی خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم برنامه خوبتون ممنونم بفرمایید عرضم به حضورتون که قیمت خونه تو ایران واقعا داره بیداد میکنه خیلی گرونه من تو جنوبی ترین شهر تهران دارم زندگی میکنم یعنی جنوبی ترین شهر تهران یکی از دوست خوبم اومد گفتش که مگه مجبوری بری تو تجریش خونه بخری تو عبدالآباد برو بخر خب من از عبدالآبادم اونورتر من میرم من میگم شهرک کاروان خونه متری تو شهرک کاروان 2,600,000 تومنه یعنی یه خونه 60 متری می‌خوای بخری یه چیزی حدود 150 میلیون تومان باید پول باید داشته باشی تو آقای محسنی چرا قیمت خونه قیمت تموم خونه تموم شده مسکن اینقدر گرونه
دلیلش مشخصه، بی‌لیاقتی مدیراست. دلیلش اصلا مشخصه، چون که من الان 33 سال سن دارم، یک کارگر سادم با پای حقوق 900 هزار تومن، من چند سال باید کار کنم که بتونم برم یه خونه بخرم؟ خدا شاهده یه دونه پسندازم ندارم، به قرآن میگم پسنداز ندارم. من حاضرم الان بمیرم ولی فردا بچه‌ام خونه داشته باشه، مثل من سختی نکشه. خدا شاهده با 33 سال سن الان یه روی زندگی الان من نیدم. ممنونم آقای محسنی. بله، بحث مدیریت اقتصادی جامعه یکی از مشکلات ایرانه که گفته میشه. میترا از تهران با ماست. خانم شما روی خطیم، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام عرض کردم. بفرمایید. خسته نباشید پسر دختر گل من، خدا انشالله سلامت و تندرست شما رو نگه داره. مشکله الو، بله بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. مشکل مسکن ایران اینه که بانک‌ها به دوستاشون، به فامیلاشون 5 میلیاردی وام بهره خیلی پایین میدن، ولی به مردم بدبخت میدن 26%. یعنی یه دختر من یه خونه 60 متری خرید 15 سال پیش، 2.5 میلیون وام گرفت. بعد 12 سال که خواست بفروشش، مایی هم 50,000 تومان قسطشو میداد. حالا حساب کنید وقتی بعد 12 سال خواست بفروشش، 1.5 میلیون بدهی داشت که معلوم نبود این قسطا کجا رفتن، چقدر بهره کشیدن سرش. خب وقت مردم هم وام میگیرن، معامله میکنن باش، میفروشنش از این دست، یه پول میذارن بانک میفروش. اگر مثل کشور خارج مردم بدونن، بانکای خارج 3%, 4%, 5%، بلکه 10% تازه وام بدن به مردم، همه صاحب خونه میشن، میتونن بدن. همین با حقوق کارمندی. خانم میترا سپاسگزارم که اومدین روی خط. مریم هم از تهران با ماست. خانم بفرمایید، خیلی کوتاه، شما روی خط هست. سلام خدمت شما آقای سفیری، من سرما خوردم، صدام خیلی ناجوره. بفرمایید. میخواستم بگم یه مقدارم در مورد آلودگی هوای تهران صحبت کنیم که داره خفهمو میکنه. فقط الان صدای من گرفته فقط به خاطر آلودگی هوای تهرانه. بعدم میخواستم راجع به مسکن ایران صحبت کنم. مسکن ایران عیناً مال سوء مدیریت دولتمونه، یعنی دولتمون هیچ اقتداری نداره که بتونه مسکن ما مردم ایران رو تامین بکنه. من الان خودم تو تهران مستاجر بودم، نتونستم اجاره بدم، یعنی خونم رو فروختم نخریدم، قیمت مسکن رفت بالا، اجاره نشین شدم. تو تهرانم نتونستم اجاره کنم، اومدم بیرون تهران تو حاشیه تهران اجاره کردم، اومدم اینجا مسکن مهر ثبت نام کردم که مسکن مهر رو به من بدن. الان حدود 4 ساله هی به ما امروز و فردا میکنن که مسکن مهر رو میدیم. مسکن مهر کار خوبی بود، ولی اینجوری که بخوان 4 سال مردم رو اسیر کنن کار درستی نیسته. مسکن مهر رو باید 1 ماه 2 ماه بسازن بدن دست مردم. من الان دوستام هستن مسکن مهر رفتن، با 10 میلیون خونه دار شدن، الان خونه شون رو 130-140 میخرن، ولی منتها اگه بخواد مدتش زیاد بشه فایده ای نداره. الان مسکن مهر ما دیگه میتونم بگم دیگه داره اسقاطی میشه، اصلا میری میبینی حالت به هم میخوره، چون 4 سال همینجوری مونده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رفتن سر کوه ساختن، هیچی نداره. میری میگن انشاءاب باید داشته باشه، گاز نداره، آب نداره، برق نداره، ما نمیتونیم که بریم اونجوری زندگی بکنیم. اینم کار دولته، کار آدم عادی که نیسته. دولت داره اینجا کوتاهی میکنه. زمان احمدی نژاد کارش خوب بود، مسکن مهر خوب بود، منتها تو مملکت ما دولتی که میره، دولت بعدی که میخواد بیاد رو کار، اگه دولت قبلی یه کار درست کوچیکی هم انجام داده بشه میخواد خرابش بکنه اون دولتو. الان اصلا دولت روحانی جوابگو نیست. من فکر کنم اگه احمدی نژاد مونده بود خونه ما رو داده بودن. ممنونم خانم مریم. بله، مسکن مهر موافقان و منتقدان و مخالفان بسیار جدی داره. روزیتا
مریم اشاره کرد به مسئله اجاره، مطلبی رو هم من براتون انتخاب کردم از ابرار اقتصادی که از افزایش 11% اجاره نشینی صحبت میکنه. میگه میزان قراردادهای اجاره در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت و نسبت به خرداد پارسال با روند افزایشی مواجه بوده. به البته این به گزارش ایسنا هستش و میگه نسبت به اردیبهشت ماه معادل 9% افزایش پیدا کرده. اما خیلی از کاربران هم وقتی بحث خونه میشه خب کنایه هایی هم به دولت میزنن و محمد میگه متاسفانه در مملکت ما حد وسط وجود نداره از لحاظ مالی. یکی یا اونقدر داره که 3-4 تا خونه داره و ملک داره و کس دیگه به زحمت پول رهن و کرایه خونش رو میده، مقصر عملکردهای دولت رو میدونه. سلیم یکی دیگه از کاربران فیسبوکی میگه از اول زندگیمون هم بتونیم کار کنیم، شاید بتونیم برای بچه‌هامون یه خونه جور بکنیم. و محمد هم اشاره کرده به اینکه اگر یه خونه 200 میلیون باشه و حقوق یک شهروندی 2 میلیون تومان باشه، اگر هیچ خرجی نکنه 100 ماه طول میکشه تا بتونه یه خونه بگیره، یعنی 8 سال بعد ما تازه رتبه 13 جهان رو داریم. متاسفم. بله، بهنام از تهران با ماست با اسکایپ. وقتتون بخیر بابا. بفرمایید. خسته نباشید. بفرمایید. الو. بله صدای شما. من صحبتم با اون آقایی که میگن دوران آقای احمدی نژاد بیشترین خونه ساخته شد. بله. اینو باید در نظر بگیریم که در دوران آقای احمدی نژاد دولت بزرگترین درآمد نفتی رو داشت. بله. برابر با 600 میلیارد دلار. بله. اینو در نظر بگیرید که از ابتدای دوران پهلوی تا دولت قبل از آقای احمدی نژاد ما اینقدر درآمد نفتی نداشتیم. یعنی شما فکر میکنین که باید مسکن بیشتر رشد میکرد، باید سرمایه گذاری بیشتری در مورد مسکن میشد؟ من نظری در این باره ندارم. من فقط برخلاف گفته اون آقا دارم صحبت میکنم که گفتن در دوران آقای احمدی نژاد بیشترین مسکن ساخته شد. بله ممنونم. بهنام کاوه از دانمارک با ماست. کاوه خیلی سریع بفرمید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم آقای سفیری، روزتون بخیر. بفرمایید. البته من دقیقاً فکر کردم چه تیتری بذارم روی این موضوع که مشکل مسکن، مسئله که میخوام عنوان کنم مشکل چی میتونه باشه. بله. من فقط میتونم مثال خدمتتون عرض کنم، بعد امیدوارم شما بتونید یه سرتیتری براش پیدا کنید. من این مثالی که میزنم یه مثالی هستش که زنده بوده، در بین خانواده خودم بوده، برادرم من یعنی در این مسئله شرکت داشته. برادر بنده یکی از کارفرمایان کلام کارفرماها بوده که در یکی از مراکز استان، حالا کار نریم کدوم استان، یکی از استانهای بزرگ تهران ایشون کارفرما بودن که مجموعهای ساختمانی زیاد آپارتمانی رو می ساختن. و مشکلی که پیش میاد در اولا کسایی که صاحبای پروژه هستن، کسایی هستن که زیر نظر سازمان‌های کلان بزرگ هستن مثل بنیاد مستضعفین، مثل سپاه پاسداران. میتونم خواهش کنم خیلی کوتاه بفرمایید نتیجه رو کاوه؟ بله خواهش کنم. که اینها در زمانی که پروژه ها تموم میشه، اینا حساب کتاباشون رو با کارفرماها، با اون کسایی که مجموعه رو ساختن، با اون مهندس، با اینا حسابشون رو صاف نمی‌کنن و بودجه‌ای هم که می‌گیرن که باید حساب کتابا رو صاف کنن، تمام بودجه ها رو جیب خودشون میره. همونطور که میبینین ماشینا سوء مدیریت رو میخواییم بگین کاوه، آلودگی سیستم و سوء مدیریت. ممنونم که اومدی روی خط. حسن از تهران با ماست. حسن خیلی کوتاه بفرمایید. سلام خدمت شما و همکار محترم. من به چند مورد اشاره میکنم آقای سفیری که مسئولیه. همونطور که میدونید پراید 3800 تموم میشه، میدنش به ملت 12 میلیون. سیمان 2350 کیسه بدون هم، میدنش 7000 تومان. همینطور ماسه و آجر بگی برو جلو. شهرداری هم هوا رو به ملت گرون میبروشه، یعنی قیمت مسکن مصنوعی و عمدن گرون، خودشو گرون نگرش داشتن. وگرنه اگر بلش کنن دست بازار آزاد و ملت 100% میاد کنن. یکی مثلا پرند ساختن. پرند هیچ جاذبه ای اصلا چیز نداره، شهرک نداره، نه رودخونه، نه جنگل، نه هوا، همش گردگاه. یعنی یه جایی ساختن که به درد زندگی نمیخوره. جدیدن بعضی از اینایی که خونه ندارن تهران یه کاری کردن، اینا خودشون
تو همین الان اینا که میگن مستند تو کارگاه میخوان زن و بچه‌شون رو فرستادن شهرستان خونه رنگ کردن. امری باشه در خدمت. ممنونم حسن از اینکه با ما اومدی روی خط. من از ناصر از آلمان هم تشکر میکنم که فرصت نشد بیاد روی خط و نظرش بگه و کسان دیگه‌ای که در این برنامه میخواستن شرکت بکنن. روزیتا فربود یکی از کاربران فیسبوک میگه این آمار تقریبا درسته نسبت به اون آماری که ما ارائه داده بودیم و میگه ارزونترین خونه در تهران 220 میلیون تومان هستش و میانگین درآمد 2 میلیون تومانه. اطراف تهران 150 میلیون تومان. همونطوری که یکی از بینندگان بهش اشاره کرد میگه با حقوق ماهی 850 هزار تومان یعنی یا باید 20 سال فقط جمع بکنیم یا بهتون ارث برسه یا مسکن مهر بخرین که توش هیچی نداره و وسط بیابون ساخته شده. مسعود: بله، اما انتخابات و انتخابات مناقشه برانگیز در کشورهای جهان سوم چجوری میشه از رأی مردم صیانت کرد و چرا انتخابات به محل مناقشه در کشورهای در حال توسعه تبدیل میشه؟ منتظرتون هستیم تا فردا شب. شب بر همه شما خوش. بیاین روی خط دیدگاهاتون رو به ما بگید. روز شبتون خوش.